خلاصه ی کتاب نردبان شکسته، اثری از کیت پین، از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ماجویا. از این کتاب می آموزیم که پیامدهای گسترده نابرابری چیست. به نظر چرا احساس فقر ممکنه به اندازه فقر واقعی از سالهای عمرت کم کنه؟ برند ظرفهای چینی همسایت چه ربطی به سطح کورتیزول خونتو داره؟ چرا موفقیت‌های مالی باعث به وجود اومدن تفکر ضد مردم سالاری توی آدم ها میشه؟ توی این خلاصه کتاب میتونی جواب این سوالا و خیلی از سوالای دیگر رو پیدا کنی. این جوابا قرار تو رو نسبت به تأثیر شناختی نابرابری سرسام‌آور درآمدها توی دنیای امروز آگاه کنه. در واقع بهت میگه که این نابرابری چطور طرز تفکر، رفتار، شغل و زندگی تو رو تغییر میده. توی خلاصه کتاب نردبان شکسته یاد میگیری که چرا یه نفر برای یه ساندویچ پنیر کبابی 28,000 دلار پول داد؟ چرا موقعیت اجتماعی پایین تر به استرس بیشتر منجر میشه؟ چرا بهترین بازیکنای لیگ برتر بیسبال نباید اونقدر پول بیشتری نسبت به بقیه در بیارن؟ فصل اول، احساس فقر بیشتر از این که به رقم حسابت یا میزان داراییات ربط داشته باشه، به مقایسه اونا با دیگران مرتبطه. شده تا حالا به یه قصر قدیمی بری و با خودت فکر کنی زندگی کردن توی اون چه حالی داشته؟ احتمالاً پیش اومده که تصور کنی صاحب کاخ ورسای هستی، داری از بهترین غذاها میخوری و توی باغهای تازه هرس شده و زیبا قدم میزنی. حتی تصورش هم لذت بخشه. اما اگه جزئیات زندگی روزمره رو در نظر بگیری، میبینی زندگی توی یک کاخ قرن 17 اونقدرها هم که به نظر میاد جذاب نیست. به هر حال لویی 14 توی اون قصر عظیم آب گرم، تهویه هوا یا حتی مایکروویو نداشت. اگه بخوایم با معیارهای امروزی میزان رفاهش رو بسنجیم، باید قبول کنیم که اون توی محرومیت مطلق زندگی می کرده. تحقیقات نشون میدن فقط 20% از آدمایی که فکر می کنن فقیرن واقعا فقیرن. با این حساب چی میشه که 80% باقی مونده همچین حسی دارن؟ چرا خیلی از آدما فکر می کنن فقیرن، در صورتی که درآمدشون در حد طبقه متوسط یا متوسط رو به بالاست؟ یه دکتر عمومی رو در نظر بگیر که سالی 200,000 دلار درآمد داره. اونها احتمالاً یه خونه بزرگ توی یه محله درست و حسابی داره، ماشین خوبی زیر پاشه و یه عالم وسایل خوب و با کیفیت داره. این دکتر احتمالاً هر چی رو که بخواد داره، اما اگه خودشو با جراح مغزی که همسایشه و سالی 800,000 دلار در میاره مقایسه کنه، ممکنه احساس فقیر بودن کنه. بسته به هزینه هاش حتی ممکنه احساس کنه که 8ش گرون 9ش، زندگیش به سختی میگذره. ممکنه احمقانه به نظر برسه، ولی در واقع داشتن چنین حسی کاملا طبیعیه. خودت رو در نظر بگیر. فرض کنیم یکی ازت میپرسه چقدر پول در میاری. ممکنه تفره بری و جواب ندی، ولی خب خودت میدونی که درآمدت چقدره. حالا فرض کن یکی ازت بپرسه آیا پولی که در میاری کافیه یا نه. جوابت به این سوال چیه؟ کافی یعنی چقدر؟ چطور میشه اندازش گرفت؟ اگه جواب درستی برای این سوال نداری، به خاطر اینه که دلیل خاصی براش وجود داره. ما توی بدنمون یه سری حسگر فیزیکی داریم که
کمکمون میکنن تا به سوالای مادی مثل آیا غذای کافی داری جواب بدیم، اما هیچ حسگری نداریم که باهاش بشه به یه سوال انتزاعی مثل آیا پول کافی داری جواب بده. تنها رایی که میشه قضاوتی راجع به این قضیه داشت اینه که خودمونو با بقیه مقایسه کنیم. مثلا آیا بقیه نسبت به ما چیزای بهتری دارن؟ آیا اونا کمتر از ما از مشکلات مالی رنج میبرن؟ اگه جوابمون به این سوالا مثبت باشه احساس فقیر بودن میکنیم، فارغ از این که درآمد واقعیمون چقدره. این ذهنیت تأثیرات جالبی روی ما و جوامعی که میسازیم و توش ساکن میشیم میذاره. توی بخش بعدی میخوام برات از این تأثیرات بگم. فصل دوم، حتی آدمایی که واقعا فقیر نیستن وقتی که حس میکنن نسبت به بقیه اوضاع مالی بدتری دارن از اثرات منفی این ذهنیت رنج میبرن. میخوام بهت بگم اگه احساس فقیر بودن کنی چه اتفاقاتی ممکنه برات پیش بیاد، اما قبلش خودتو آماده کن چون اصلا اتفاقای قشنگی نیستن. اگه احساس بیپولی میکنی خیلی محتمله که افسردگی، استراب و دردهای مزمن رو تجربه کنی، یا با مشکلات وزنی، دیابت و بیماری‌های قلبی مواجه بشی. تازه فقط اینا نیست، اگه احساس فقیر بودن داشته باشی به احتمال زیاد تئوری‌های توطئه رو خیلی زود باور می‌کنی، عملکرد ضعیفی توی محل کارت داری و توی زندگی تصمیم‌های درستی نمی‌گیری. جالب‌تر این که همه این اتفاقا به خاطر این نیستن که تو واقعاً بی پول و فقیری، بلکه به خاطر اینه که صرفاً احساس می‌کنی نسبت به بقیه پول یا دارایی کمتری داری. آره درست خوندی، فقر واقعی تنها چیزی نیست که عواقب ویرانگری داره. احساس فقیر بودن یا این احساس که من نسبت به بقیه پول یا دارایی کمتری دارم هم میتونه پیامدهای منفی داشته باشه. ما آدما هم مثل همه پستاندارای دیگه خیلی به موقعیت اجتماعی خودمون وابسته ایم و مدام داریم خودمون رو با اطرافیانمون مقایسه میکنیم. تازه این بقیه پستاندارا وقتی میبینیم با بقیه بهتر از ما رفتار شده واکنش خوبی نشون نمیدیم. تحقیقات دکتر سارا بروزنان تونسته این گزاره رو بهتر به تصویر بکشه. توی این آزمایش دکتر بروزنان به یه میمون یه سنگ کوچیک داد، بعد دستش رو دراز کرد تا سنگ رو پس بگیره. وقتی میمون سنگ رو پس داد، بروزنان در عوض بهش یه تیکه خیار داد. میمون معامله سنگ در ازای خیار رو بارها و بارها انجام داد. بعد بروزنان یه تغییر توی آزمایش به وجود آورد، بازی رو همزمان با دو تا میمون انجام داد تا هر کدوم بتونه ببینه اون یکی چی کار داره میکنه. میمون اول درست مثل قبل در ازای سنگ یه تیکه خیار جایزه می گرفت، اما بروزنان به میمون دوم یه انگور داد که جایزه یه خوشمزه تری بود. وقتی بروزنان دوباره رفت سراغ میمون اول تا بازی اصلی رو انجام بده، میمون خیار رو پرد کرد تو صورتش. اگه بخوایم دقیق تر به قضیه نگاه کنیم این رفتار منطقی نبود، چون قطعا برای میمون ارزش غذایی خیار بیشتر از یه سنگه. به هر حال به نظر می رسید میمون اول دیگه تمایلی به غذا نداره، چون همین چند لحظه پیش دید که دوستش غذای بهتری جایزه گرفت و این بی‌عدالتی براش قابل تحمل نبود. ما آدما هم درست مثل میمونای این آزمایش نه تنها برای موقعیت اجتماعی بلکه برای عدالت هم اهمیت زیادی قائلیم.
جالبه بدونی 85 نفر از ثروتمندترین آدمای دنیا به اندازه 3.5 میلیارد آدم فقیر پول دارن. پس جای تعجب نداره که ما روز به روز داریم ناامیدتر و مستاصلتر میشیم. از اون جایی که ثروتمندا دارن به شدت ثروتمندتر میشن، اکثر ما هم داریم در مقایسه با اونها خودمونو فقیر و فقیرتر میبینیم. احساس فقیر بودن میتونه باعث بشه تصمیمای نادرستی بگیریم و خطرایی رو به جون بخریم که نه لازمن و نه مفید. توی بخش بعدی بیشتر راجع به این مسئله براتون توضیح میدم. فصل سوم، نابرابری طرز فکر و عمل ما رو با تشویقمون به رفتارهای مخاطره آمیز و خود تخریبگر تغییر میده. فرض کن توی یه تحقیق شرکت کردی. مصاحبه کننده از سوالای راجع به وضعیت مالی، عادت‌های خرید و علایق شخصیت میپرسه. بهت میگه یه برنامه کامپیوتری قراره با استفاده از این اطلاعات یه امتیاز بهت بده. این امتیاز مشخص میکنه که تو نسبت به بقیه افرادی که مشابهت هستن چقدر پول داری. مصاحبه کننده روی یه چیزی کلیک میکنه و برنامه شروع میکنه به محاسبه. یه عدد ظاهر شد. این عدد نشون میده دارایی های تو نسبت به افرادی که شبیهتن بیشتره یا کمتر. بعدش مصاحبه کننده بهت 20 دلار میده و دو تا انتخاب جلو روت میذاره. میتونی پول رو برای خودت برداری یا باهاش قمار کنی. توی این حالت اگه خوش شانس باشی احتمالاً با پول بیشتری راهی خونه میشی. به نظرت آیا تصمیمی که توی این مرحله میگیری ممکنه به امتیازی که از مرحله قبل گرفتی ربط داشته باشه؟ در واقع میخوام بگم آیا اینکه نسبت به افراد مشابه خودت درآمد کمتر یا بیشتری داری روی انتخاب در مورد اینکه ریسک کنی یا نه تأثیر میذاره؟ اگه تو هم مثل اکثر مردم باشی احتمالاً جوابت به این سوال مثبته. یعنی وضعیت مالی نسبیت روی ریسک پذیری تأثیر میذاره. توی ورژن واقعی این آزمایش 60 درصد از شرکت کننده هایی که عمدن امتیازهای بالا دریافت کرده بودن تا فکر کنن از بقیه پولدارترن تصمیم گرفتن با اون 20 دلار قمار کنن. اما این عدد توی گروهی که بر اساس امتیازشون فکر کرده بودن نسبت به بقیه اوضاع مالی بدتری دارن 88 درصد بود. توی واقعیت هیچ کدوم از گروه ها پولدارتر یا بی پولتر نبودن. اعدادی که به عنوان امتیاز دریافت می کردن کاملا تصادفی بود. یعنی این عدد ها اصلا ربطی به ثروت نسبی این آدم ها در مقایسه با بقیه نداشت. با این حال حتی شرکت کنندهایی که واقعا پولدار بودند وقتی با توجه به امتیازشون فکر میکردن نسبت به بقیه پول کمتری دارن احتمال بیشتری داشت که 20 دلار رو قمار کنند. در واقع همین که احساس میکردن اوضاعشون خرابتره کافی بود تا تحریک بشن و رفتارهای پرمخاطره‌ای مثل قمار کردن داشته باشند. توی یه نسخه دیگه از این آزمایش شرکت کننده ها بعد از اینکه توی مرحله اول امتیازشون رو دیدن باید یه سری تصمیمات مالی میگرفتن. مثلا یه سوال این بود که ترجیح میدن امروز 100 دلار بگیرن یا صبر کنن و هفته بعد 120 دلار بگیرن. حالا اگه امروز بهشون 100 دلار بدن پول رو میگیرن یا ترجیح میدن هفته بعد 150 دلار بگیرن. این مطالعه نشان داد افرادی که حس کرده بودن اوضاع مالیشون خرابه بیشتر احتمال داشت که هر مبلغی رو فوراً دریافت کنن حتی اگه در کل پول کمتری گیرشون می اومد.
برخلاف این گروه، گروهی که احساس کرده بودن پولدارترن، دید بلند مدتتری توی تصمیمشون داشتن، به این معنا که ترجیح میدادن چند هفته صبر کنن و مبلغ بیشتری دریافت کنن. توی این مطالعه هم مثل آزمایش قبلی جواب شرکت کننده ها به درآمد واقعیشون ربطی نداشت، بلکه به درک اونا از اینکه نسبت به بقیه توی چه وضعیت مالی قرار دارن ربط داشت. اصل کلام اینه که نابرابری به خودی خود میتونه باعث بشه آدما بدون توجه به درآمدشون دست به رفتارهای ریسکدار بزنن. توی فصل بعدی با دید گسترده تری به نابرابری نگاه میکنیم. در واقع میخوام براتون توضیح بدم نابرابری روی ما نه فقط به عنوان انسان، بلکه به عنوان اعضای یک جامعه چه تأثیری میذاره. فصل چهارم، نابرابری به شکاف اجتماعی و حزبگرایی سیاسی منجر میشه. اگه توی سالهای گذشته دقت کرده باشی، میدونی که حکومت‌های مردم سالار بیش از پیش دارن از هم گسسته میشن. سیاست‌ها دوچار جبهه‌گیری شدن. کارشناسا توی تلویزیون سر هم داد میزنن و معترضا توی خیابون با هم درگیر میشن. بعضی وقتا حتی میبینی نمیتونی راجع به یه سری موضوعات خاص با خانواده خودت صحبت کنی. اگه بخوام خلاصه بگم، جوامع الان دیگه متحد یا هم نظر نیستن، بلکه دارن بیش از پیش به گروه های جدا از هم با عقاید مخالف تقسیم میشن. شاید براتون سوال شده که حالا این چه ربطی به نابرابری داره؟ محقق ها میگن ارتباط زیادی بین نابرابری و مسائلی از این قبیل هست. من و همکارام یه آزمایش طراحی کردیم تا بتونیم این ارتباط رو بررسی کنیم. توی این آزمایش به شرکت کنندگان پول واقعی دادیم تا توی یک مجموعه سهام که عملکردشون شبیه سازی میشه سرمایه گذاری کنن. اگه کسی سود میکرد، این پول مال اون میشد. اما کسایی که سود بیشتری داشتن باید 20% مالیات میدادن تا ضرر کسایی که سود کمتری داشتن جبران بشه. بعد از مدتی به نصف شرکت کننده ها گفته شد که عمل کرده بهتری نسبت به بقیه داشتن، یعنی بیشتر از بقیه شرکت کننده ها سود کردن. به نصف دیگه هم گفته شد که عمل کردشون نسبت به بقیه بدتر بوده. مسئله جالب اینه که توی واقعیت سود همه این افراد یکسان بود، یعنی هر کدوم دقیقاً به اندازه 30% از سرمایه اولیه خود سود کرده بودند. اما با این حال به این قصد که ذهنیت خاصی راجع به عملکرد خودشون در مقایسه با بقیه داشته باشن، بهشون گفته شد که عملکردشون بهتر از بقیه بوده یا بدتر. بعد از این مرحله از شرکت کننده ها خواسته شد تا در مورد قوانین جدید دور بعدی آزمایش رأی بدن. شرکت کننده هایی که فکر می کردن بیشتر از بقیه سود کردن، به کاهش درصد مالیات رأی دادن، در حالی که کسایی که فکر می کردن سود کمتری داشتن، به افزایش مالیات رأی دادن. البته جای تعجبی هم نداره، به هر حال مردم تمایل دارن بر اساس منافع شخصی خودشون رأی بدن. اگه تو هم پول داشته باشی، کاملا منطقیه که بخوای نگهش داری و از دستش ندی. قسمت جالب آزمایش اینجا بود که تقریبا همه شرکت کنندهایی که فکر میکردن عمل کرده بهتری نسبت به بقیه داشتن، افرادی رو که به مالیات بیشتر رأی داده بودن بی کفایت، غیر منطقی و متعصب می دونستن. البته فقط این نبود،
وقتی از شرکت کننده ها پرسیدیم که آیا افرادی که باهاشون مخالفن میتونن توی نوشتن قوانین جدید حق رأی داشته باشن، جواب منفی دادن. به نظرم لازمه یه لحظه به این اتفاق جالب فکر کنیم. کسایی که فکر میکردن عمل کرده خوبی دارن، میخواستن افراد ضعیفتر رو توی تصمیم گیری راه ندن. به معنای واقعی کلمه میخواستن اونا از حق رأی محروم بشن. در مقابل شرکت کننده هایی که فکر میکردن عمل کرده بدتری داشتن، میخواستن همه، حتی کسایی که باهاشون مخالف بودن، رأی برابر داشته باشند. به عبارت ساده تر، احساس برتری توی یک موقعیت خاص باعث میشه آدما نسبت به مخالفانشون بیشتر احساس انزجار کنن. با این وجود بازم تعجب میکنی که با رشد نابرابری توی جوامع ما سیاست تا این حد از هم گسسته شه؟ فصل پنجم، جوامع با نابرابری بیشتر نسبت به جوامعی که توزیع برابری توی فرصت ها دارن ناسالم ترن. احتمالاً میدونی که امید به زندگی توی کشورهای ثروتمند بیشتر از کشورهای فقیره. حالا توی همین کشورهای ثروتمند افرادی که اوضاع مالیشون بهتره نسبت به قشر کم درآمد سالم ترن. چیزی که ممکنه ندونی اینه که توی این کشورهای ثروتمند ذهنیت افراد از موقعیت اجتماعیشون بیشتر از درآمد واقعی اونا میتونه وضعیت سلامتشون رو پیش بینی کنه. در واقع اگه تو توی کشور پیشرفته زندگی میکنی، احساس فقیر بودن به اندازه واقعا فقیر بودن روی سلامت و طول عمر تأثیر میذاره. البته این ادعا به این معنا نیست که مردم دارن به خاطر سندروم من حس میکنم فقیرم میمیرن، بلکه منظور اینه که نابرابری و سلامتی از طریق یه سری شرایط خاص به هم ربط پیدا میکنن، مخصوصا شرایطی که با سطوح بالایی از استرس مرتبطند. احتمالا تعجب نمیکنی اگه بشنوی مردمی که سختی های اقتصادی رو تجربه میکنن استرسی تر از بقیه هن. اما آیا میدونستی که بین سطح استرس و موقعیت اجتماعی پایین هم یه جور ارتباط وجود داره؟ مطالعات زیادی این ارتباط رو تایید کردن، مثل آزمایشی که روی میمون‌های آزمایشگاهی توی دانشگاه ویک فارست انجام شد. توی این آزمایش محقق‌ها ابتدا تایید کردند میمون‌هایی که جایگاه اجتماعی پایین‌تری داشتند دارای سطوح بالاتری از هورمون‌های استرس و التهاب بودند. بعد از این تایید محقق‌ها همه میمون‌هایی رو که موقعیت اجتماعی بالایی داشتند از گروه حذف کردند. نتیجه این بود سطح استرس میمون‌هایی که قبلن توی رده میانی سلسله مراتب اجتماعی بودن کاهش پیدا کرد. در واقع این میمونا به سادگی و با یه پله صعود توی نردبان موقعیت اجتماعی وضعیت سلامت بهتری رو تجربه کردند. درسته که انسان‌ها سلسله مراتب مشابهی با میمون‌ها ندارن، ولی ما آدم‌ها هم ساختارهای سلسله مراتبی خودمون رو داریم. ما هم درست مثل میمون‌ها وقتی خودمون رو توی جایگاه پایین‌تری می‌بینیم استرس بیشتری رو تجربه می‌کنیم. این به توضیح یک نکته مهم کمک می‌کنه، اینکه چرا یه فرد از طبقه متوسط که توی کشور نابرابری مثل سنگاپور زندگی می‌کنه نسبت به فردی از طبقه متوسط که توی کشور برابری مثل فنلاند زندگی میکنه بیشتر دچار مشکلات سلامتی میشه.
هر چقدر توزیع فرصت ها توی یک جامعه برابر باشه، افراد اون جامعه سالم ترن. فصل ششم، نابرابری توی قدرت، ثروت و موقعیت اجتماعی درک ما رو از واقعیت منحرف میکنه. اگه 28 هزار دلار پول داشتی باهاش چی کار میکردی؟ یه ماشین جدید میخریدی؟ وامهای دانشجویی تو تسویه میکردی؟ نظرت چیه که باهاش یه ساندویچ پنیر کبابی بخری؟ مسخره به نظر میاد نه؟ جالبه که توی سال 2004 یه نفر دقیقا همین کار رو کرد، یعنی با 28 هزار دلار یه ساندویچ پنیر کبابی خرید. چرا؟ چون ساندویچ جوری برشته شده بود که به نظر میرسید داره چهره مریم مقدس رو نشون میده. البته این یه حادثه بی سابقه نبود، مردم همیشه همچین تصویرایی رو توی جاهای مختلف میبینن. مثلا توی ویلز یه خانواده تصویر حضرت مسیح رو روی نون توست مربایی صبحانشون دیدن. توی روسیه مردم یه روستا یه درخت توس رو میپرستیدن، چون فکر میکردن تنه درخت تصویر حضرت مسیح رو نشون میده. توی تمام دنیا آدم ها چنین الگوهایی رو از دل چیزهای تصادفی تشخیص میدن. اما توی جاهایی که نابرابری موج میزنه مردم بیشتر این الگوها رو میبینن. تمایل به دیدن الگوها توی چیزهای رندوم مثل درخت یا نون مربایی پاریدولیا نامیده میشه و بین افرادی که خودشون رو توی موقعیت‌های اجتماعی پایین می‌بینن رایج‌تره. چرا؟ چون این آدما احساس ناتوانی می‌کنن. احساس می‌کنن نسبت به آدمای با جایگاه اجتماعی بالاتر کنترل کمتری روی زندگی و کارشون دارن. برای این آدما پیش‌بینی نظم و اعتبار الگوها توی دنیایی که حس میکنن خارج از کنترلشونه آرامش عجیبی ایجاد میکنه. دو روانشناس به اسم جنیفر واتسون و آدام گالینسکی رابطه بین احساس ضعف و پاریدولیا رو بررسی کردن. اونا توی یه آزمایش از نصف شرکت کننده ها خواستن تا یه داستان از زمانی که احساس میکردن کاملا روی اوضاع زندگیشون کنترل دارن تعریف کنن. از نصف دیگه هم دقیقا خلاف این رو پرسیدن، یعنی ازشون خواستن ماجرای زمانی رو تعریف کنن که هیچ کنترلی روی زندگیشون نداشتن. بعد به همه شرکت کننده ها یه سری تصویر از علامت گذاری های تصادفی نشون داده شد و بهشون گفتن که یه الگوی مخفی توی این تصاویر هست، در صورتی که اصلا چنین چیزی وجود نداشت. کسایی که یه ماجرا از ناتوانایی خودشون تعریف کرده بودن 3 برابر بیشتر از افرادی که یه داستان از احساس کنترل داشتن گفته بودن الگوهای ناموجود رو دیدن. در واقع حتی یه احساس درماندگی زودگذر باعث شده بود اونا با احتمال بیشتری سعی کنن چیز معنیداری از دل یه تصویر رندوم و بیمعنی بیرون بکشن. وقتی محققها از همین روش برای بررسی رابطه ناتوانی و تئوری‌های توطئه استفاده کردن، نتایج مشابهی گرفتن. شرکت کننده هایی که خودشون و افراد ناتوانی می دیدن نسبت به کسایی که احساس می کردن روی خودشون و زندگیشون کنترل دارن با احتمال بیشتری تئوری های توطئه رو باور می کردن. با توجه به اینکه جوامع ما داره روز به روز نابرابرتر می شه، این نتایج چه معنایی می تونه داشته باشه؟ دیدن شمایل مریم مقدس
روی یه نون توست یا دیدن صورت حضرت مسیح روی تنه یه درخت ممکنه در نگاه اول خطرناک به نظر نیاد، اما اینکه مردم روز به روز بیشتر مستعد باور کردن تئوری‌های توطئه میشن مشکل خیلی بزرگتریه. فصل هفتم، نابرابری عملکرد کاری ما رو تضعیف میکنه و نارضایتی رو افزایش میده. یه آدم معمولی نابرابری رو به صورت مستقیم و پرتکرار توی محل کار تجربه میکنه. با وجود اینکه توی سیلیکون ولی تلاش بر این بوده که ساختارهای کاری مسطح باشن، یعنی سلسله مراتبی و رئیس و مرؤوسی نباشه، اما شرکت ها و اداره ها هنوز تا حد زیادی ساختار سلسله مراتبی دارن. احتمالا تا حالا فکر میکردی که ساختار سلسله مراتبی توی محیط کار چیز خوبیه. معمولا اینطوری یادمون دادن که سلسله مراتب باعث به وجود اومدن انگیزه میشه، نه؟ به همون گفتن اگه نردبون وجود نداشته باشه که ازش بالا بریم، اگه درآمد بیشتری وجود نداشته باشه که آرزوی به دست آوردنشو داشته باشیم، تنبل و ناکارآمد بار میاییم. اما حیف که داده ها چیز دیگه ای میگن. درسته که نابرابری درآمدی میتونه انگیزه بخش باشه، اما از طرف دیگه میتونه باعث ایجاد خشم هم بشه. توی دنیای امروز نابرابری درآمدی به چنان سطح سرسام‌آوری رسیده که بیشتر از این که انگیزه بخش باشه باعث از بین رفتن انگیزه ها میشه. اختلاف درآمدی زیاد به جای اینکه نتایج خوبی داشته باشه داره اوضاع رو بدتر میکنه. میخوام یه نگاهی بندازم به اینکه این پدیده چطور توی یکی از محبوب ترین جاهای آمریکا، یعنی لیگ برتر بیسبال عمل میکنه. یه اقتصاددان به اسم مت بلوم رکورد هر تیم بیسبال رو توی یه دوره 8 ساله تجزیه و تحلیل کرد. توی حالت عادی اگه فکر کنی اختلاف درآمد باعث میشه افراد انگیزه پیدا کنن و عملکردشون بهتر بشه، باید انتظار داشته باشی که تیم‌هایی که اختلاف درآمد بیشتری بین بازیکنانشون هست، بازی‌های بیشتری رو ببرن. توی واقعیت دقیقاً خلاف این اتفاق افتاده بود. تیم‌هایی که اختلاف درآمدی بالاتر داشتن، بیشتر به خاطر اینکه تعداد انگشت شماری از بازیکنای برتر دستمزدهای خیلی بالا دریافت می‌کردند، در واقع عمل کرده بدتری نشون داده بودند. نه تنها این، بلکه خود بازیکنای برتر هم توی این تیم‌ها عمل کرده بدتری داشتند. خلاصه اینکه به نظر می‌رسه توزیع برابر درآمد روحیه بازیکنا رو به قدری تقویت میکرد که حتی افرادی که درآمد بالایی داشتن وقتی که حقوقشون با حقوق هم تیمیاشون همخونی داشت بهتر بازی میکردن. علاوه بر همه این حرفا، آدم ها توی محیطهای کاری نابرابر بیشتر دچار استراب میشن. منظورم فقط اون مدیر عاملی که ساعت هاست نخوابیده و خیلی مقرراتی و جاه طلب و معتاد به کار نیست. دارم راجع به آدمایی صحبت میکنم که زیر دست این مدیر عامل کار میکنن. در واقع بر اساس داده های تجربی، کارمندایی که بیشترین استرس رو تجربه میکنن افراد بسیار موفق با بالاترین سمت های شغلی نیستن، بلکه افرادی با جایگاه های شغلی پایین تر هستن که از دستورات بالا دستی ها پیروی می کنن. از اون جایی که دستمزد این کارمندای معمولی با گذشت زمان تغییری نمی کنه و در مقابل حقوق مدیرای اجرایی سر به فلک می کشه، اکثر این کارمندا دچار استرس زیاد می شن و
نمیتونن وظایفشون رو با تمام ظرفیت انجام بدن. خب حالا با توجه به این حرفا، به نظرت واقعا این بهترین سیستمه که میتونیم متصور بشیم؟ فصل هشتم کارهایی هست که میشه برای کم کردن اثرات منفی زندگی نابرابر انجام داد. حالا که تا حدی از اثرات منفی نابرابری سر در آوردی، ممکنه یکم احساس سرخوردگی کنیم. توی دنیای امروز نابرابری درآمدی بیشتر از همیشه است و قصد هم نداره دنیای ما رو ترک کنه. نابرابری درآمدی داره ما رو غمگین تر و ناسالم تر میکنه و زندگی اجتماعیمون رو از بین میبره. فقرا دارن هم از فقر و هم از نابرابری رنج میبرن. حتی آدمای ثروتمند هم طوری رفتار میکنن که انگار فقیرن. با همه اینا هنوز کورسوی امیدی هست. با انجام دادن دو تا کار مهم میشه به نابرابری غلبه کرد. اول اینکه نابرابری رو کمتر کنیم و دوم اینکه روی نحوه مقایسه خودمون با بقیه کنترل بیشتری داشته باشیم. برای اینکه بشه نابرابری رو کاهش داد، تغییرات سیاسی اساسی نیازه. یعنی نیازه که با سازماندهی، رأی دادن و اعمال فشار روی قانونگذارا سیاست‌های توزیعی جدیدی به وجود بیاد که نه تنها پله‌های پایین نردبون سلسله مراتبی رو بالاتر بیاره، بلکه پله‌های بالا رو هم پایین‌تر بیاره. به زبون ساده‌تر، سیاست‌های توزیع درآمد باید طوری عوض بشن که فاصله بین افراد توی سلسله مراتب کاری یا اجتماعی کم و کمتر بشه. این یه پروژه طولانی مدته و قطعاً به زمان نیاز داره. به عنوان کاری که بشه توی کوتاه مدت انجام داد، باید یاد بگیری که تشخیص بدی چه زمانهایی توی دام مقایسه خودت با بقیه میفتی و توی این موقعیت آگاهانه تصمیم بگیری که مقایسه های عاقلانه تری انجام بدی. مثلا به جای این که روی چیزهایی که نداری تمرکز کنی، روی مواردی که داری تمرکز کن. یا مثلا به جای این که خودت رو با بقیه مقایسه کنی، خود الانت رو با خود گذشتت مقایسه کن. از خودت بپرس چی توی زندگی امروزت بهتر از زندگی 10 سال پیشته. کار دیگه‌ای که میتونی بکنی تغییر محیطه. مردم معمولاً خودشونو با آدمایی که دورشون هستن مقایسه میکنن. اگه تو هم همین کار رو میکنی و محیط اجتماعیت باعث میشه احساس کافی نبودن داشته باشی، خب دایره اجتماعیت رو عوض کن. با این حال مؤثرترین روش اینه که فکر کنی واقعاً توی زندگی برای چه چیزی ارزش قائلی. جواب این سوال رو بنویس، بعد ببین آیا مواردی که نوشتی به بالا رفتن از نردبون اجتماعی ربط داره؟ احتمالاً نه. اینکه آگاهانه فکر کنیم واقعاً چی برامون مهمه، یه راه حل کارآمد برای مقابله با پیش‌فرض ناخودآگاه ما آدم‌هاست که فکر می‌کنیم باید مدام خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم تا بفهمیم چقدر ارزشمندیم. وقتی تونستیم این کار رو انجام بدیم، احتمالاً دیگه به جایی رسیدیم که برای جواب دادن به سوالای از قبیل آیا درآمدت کافیه، جوابای بهتری داشته باشیم. جوابایی که باعث میشن تا همگی در کنار هم یه دنیای برابر بسازیم. سخن پایانی. دنیای امروز با حضور افراد انگوش شماری که بیشتر از نصف جمعیت جهان پول و دارایی دارن، داره روز به روز نابرابرتر میشه.
این نابرابری شدید ما رو به گروه های مختلف تقسیم میکنه و اعتمادمون رو نسبت به هم از بین میبره. همینطور ما رو به آدمایی تبدیل میکنه که مریض، غمگین، مضطرب و از لحاظ سیاسی کوته نظر هستند. عمل کرده ما رو تضعیف و دموکراسی ها رو تهدید میکنه. بدون شک تحمل چنین وضعیتی سخته و مبارزه با فقر هم کافی نیست. در واقع خود نابرابری باید هدف قرار داده بشه و کاهش پیدا کنه. با سپاس، علیرضا میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیلو ماجویا. کتاب های صوتی از کانال لیلو ماجویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش دهیم.